یک مشکل دیگه کنم که برای ما هست که همی عملیات مسلمانی شد اونجا برخم و نیکو برس از وقتی که تیارت بیتستازم کده همون سر فکر میشه که برس کچ هم آمده باشه ولی برخ هم زیاد هست و با هوا هم شد خراب است و میگو دلیل فعلا معاقت هم همی عملیات ما متوقف شده ولی با وقتی که هوا انشاءالله زود خوب شد عاجل همی عملیات جستجوی ما که همونجا از حوزه ملی و کماندانی ولایت پران در ساحه هستن انشاءالله که عملیات باز دوباره شو آغاز کنده. با آنکه عملیات جستجو و انتقال اجساد سرنشینان این هواپیما بعد دلیل خرابی هوا موقتا متوقف شده، شماری از نزدیکان قربانیان انسانی ها خواهان بدادگاه کشاندن مسئولان شرکت هوایی پامیر شدند. شرکت هوایی پامیر اعلام کرده است که به خانواده های هر یک از کشته شدگان انسانی ها $100,000 می پردازد. اما از اعتراض نمایندگان مردم، ولی جرگه امروز دست به اعتراض زده و خواستار معرفی وزرای باقی مانده و احضار رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث به ولی جرگه شدند. در جلسه امروز ولی جرگه هیچ موضوعی شامل آجنده نشده و نمایندگان با سکوت و دست زدن به میزها اعتراض خود را در داخل تالار ادامه دادند. رئیس ولیس جرگه میگوید اگر به پرسش های این مجلس پاسخ داده نشود آنان اعتراض خود را در روزهای آینده تندتر از این ادامه خواهند داد. کریم سروش با جزئیات بیشتر. ولیس جرگه امروز بار دیگر خواستار معرفی وزرای باقی مانده کابینه و حضور معاون رئیس جمهور در تالار این مجلس شدند. ولیس جرگه میگوید تا زمان معرفی اعضای باقی مانده حکومت آنان هیچ بحثی را داخل اجندای کاری این مجلس نمی کنند. آنان به این شکل اعتراضشان را ادامه دادند. اعضای ولیس جرگه سکوت را به جای بحث برای معرفی نامزد وزرا اختیار کردند. این واکنش ولیس جرگه در حالی صورت می گیرد که شماری از وزرای سرپرست در برخی از وزارتخانه ها سبب کنکاری شده است. محمد یونس قانونی رئیس ولیس جرگه به صورت جدی خواستار معرفی وزرای باقی مانده و حضور رئیس کمیته مبارزه با حوادث شد. در صورتی که کمیته اضطراب رئیسش تشریف نبره ما هیچ مسئله رش بعضی شامل اجندای کاری مجلس عمومی نمیسازیم و در داخل تالار حضور میداشته باشیم، منتظر معرفی اعضای باقی مانده کابینه. آقای قانونی میگوید تا زمانی به پرسش اعضای ولیس جرگه پاسخ داده نشود آنان به اعتراض خود ادامه میدهند. شماری از اعضای ولیس جرگه خواستار استعفای استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور از سمت ریاست مبارزه با حوادث شدند. اما شماری دیگری از اعضای ولیس جرگه استخدام و حذف استاد محمد کریم خلیلی را از سمت ریاست این کمیته از صلاحیت های رئیس جمهور میخواند. معاونین رئیس جمهور در ارتباط با قانون اساسی وظایف مشخص برشان تسجیل نشده، هر وظیفه را که رئیس جمهور به اونا میسپاره در سرپرستی از اون وظایف قرار میگیرن و معاونین رئیس جمهور هستن و زمانی که رئیس جمهور موجود میباشه وظایف معاونین توسط رئیس جمهور تسجیل میشه و وقتی که مسئولیت های اجرایی به رئیس معاونین رئیس جمهور داده میشه در مورد مسئولیت های اجرایی اگر در رأس یک گروه قوای اجرایی قرار می داشته باشند یقینا که در بخش نظارتی پارلمان با اونا باید همکاری های و اونا با پارلمان همکاری های باید داشته باشند. قانون اساسی احضار و استجواب وزرا را به عنوان صلاحیت اختصاصی ولیس جرگه ضمانت کرده است. در قانون اساسی هیچ اشاره ای در مورد احضار معاونان رئیس جمهور از سوی ولیس جرگه نشده است. از سوی دیگر تحسن ده ها تن از اعضای شورای ملی به دلیل عدم خروج کوچی ها از مناطق در ولسوالی های بهسود و دایمرداد ادامه دارد. آنان میگویند مدت زمانی که از سوی حکومت برای خارج شدن کوچی ها تعیین شده بود به پایان رسیده است. نمایندگان معترض میگویند کوچی ها به فرمان رئیس جمهور عمل نکرده و شرط خروج خود را اسکان دایمی خواندند. ادامه تحسن نمایندگان جامعه هزاره در پارلمان کماکان ادامه دارد. آنان میگویند مدت زمانی تعیین شده از سوی حکومت برای خروج کوچه ها عملی نشده است. نمایندگان معترض بار دیگر خواستار خروج فوری کوچه ها از ولسوالی های بهسود و دایمرداد در ولایت میدانوردک شدند.
نمایندگان مردم هزاره در ولسی جرگه صدور فرمان رئیس جمهور را مطابق قانون اساسی خوانده و از آن استقبال کردند. ما خو از فرمانی که رئیس جمهوری محترم جمهوری اسلامی افغانستان صادر کرده او را به دیده قدر می‌نگری. یک فرمان تاریخی است که یک منازعه تاریخی را می‌خواد بین ملت‌های اقوام و ملت‌های ساکنی در افغانستان حل کنه که او اسکان کشیات طبق ماده 14 قانون اساسی هست. ما هم خواهان از این بوده و بارهای را خواسته. گفته می شود شماری از کوچه ها در بالای کوه ها مسکن گزین شدند، اما بر اساس فرمان رئیس جمهور کوچه ها از مناطق مسکونی بیرون شدند. اما شماری از نمایندگان می گویند تا زمانی که کوچه ها تمام مناطق اشغال شده را ترک نکنند و تحصن خود ادامه می دهند. نگفته که از تنها از مناطق مسکونی خارج شوند یا از تمام مناطق مسکونی و مناطقی که زراعت مردم و مالچر مردم است و حریم قریه است از اینا خارج شوند. و این موضوع بهانه شده برای کوچه ها که ما از محلات مسکونی خارج میشیم، در محلات غیر مسکونی که مالچر هست و مال ما هست بر اساس ادعای کاذبی که داره، در این محلات ما ساکن میشیم تا زمانی که مشکل اساسی ما که توزیع زمین باشه و اسکان دائمی باشه حل نشه، ما در این محلات میمانیم. از سوی دیگر نمایندگان معترض عملی شدن بررسی و پرداخت خسارات مردم را یکی از پیش شرط ها برای پایان دادن به تحصن خود میخوانند. آنان با صدور اعلامیه هشدار داده در صورتی که خواست های آنان طی 24 ساعت عملی نشود، آنان به تظاهرات گسترده در جاده ها دست میزنند. فیصله ای که ما کردیم گفتیم خواهان در ظرف 24 ساعت خواهان از هستیم که از کوها هم برای اگر برنیامد این تحصن خود ما بازم در سنگ فرش ها و در خیابان های کابل میکشیم. از تمام مردم در سراسر مناطقی که از ما حمایت نظم میخواهیم که به سرغاب برای و اعتراض خود را ادامه میدهیم. گفته میشود کوچه ها از تمام مناطق مسکونی بیرون شده و اکنون در کوها خیمه زده اند. این هم یک خبر فرهنگی. در ششمین دوره جشنواره ادبیات معاصر افغانستان که در کابل برگزار شد، مقام های دولتی وضعیت ادبیات در کشور را نگران کننده خواندند. تحولات سیاسی در سه دهه جنگ و بازگشت مهاجران از عوامل خوانده شده که بر ادبیات کشور تاثیر منفی گذاشته است. اکنون دولت برنامه های اصلاح ادبیات را در عرصه های مختلف روی دست دارد. گزارش علی طاهری را می‌بینیم.